به نام خداوند توانا و دادگر. دوستای عزیز، علاقمندای گلشنبه، به قسمت جدید گلشنبه خوش آمدین. امیدوار هستم که هفته گذشت خوش و خوشحال سپری کرده باشین. در میان این همه اندوه و دردی که در چهار طرف ما هم در افغانستان و در دنیا است، بازم ما و همکارای عزیزم خوشحال هستیم که خدمت شما هستیم. مطالب جدید و صحبت‌های گرم با یک مهمان عزیز در این هفته داریم. امیدوار هستیم تا پایان برنامه همراه ما باشید. همکارای عزیز، خدا کنه که شما هم جور و سر حال و صحتمند بوده باشید. سلامت باشین، ان شاءالله که شما هم خوب باشین. سلام به شما، سلام به شما آقای هدایت و دوستای عزیز. امید صحت سلامت باشین و برنامه را تا آخر با ما دنبال کنین. درود به دوستای عزیز هم، ان شاءالله که همگیتان در کانون گرم خانوادگیتان با خوشی و خوبی زندگی کنین. امیدوار هستیم همچنان که بردای تیمای ورزشی افغانستان لذت برده باشین ازش. مبارکشان باشه، بر کل ما مبارک باشه. ده افتخار نه تنها اینا، جوانای نازنین ما که نیروهای ذخیروی فردا هستند، برای هر کدامتان موفقیت آرزو میکنم. از دورم میتونه در آغوش میگیرم و چای گلم، واقعا شما افتخار آفریدین و یک بازی تاریخی و نامتان ثبت تاریخ زرین ورزش افغانستان چی که در سطح جهان کردین. من والا بسیار خوش شدم. آینده را من به این ترتیب خوب میبینم. افغانستان با توجه به اینکه نشیب و فرازا از هر لحاظ دید، از لحاظ فیزیکی قامتک شکست، ولی همی ورزشکارا و هنرمنداس که نام افغانستان همیشه زنده نگه میکنه هویتش. مبارکتان باشه بچه‌ایم در هر کجایی که هستین. بشک بدون شک ما هم برشان تبریک میگیم. نگه خدا قوت بر بازی های بعدی. راستی در بازی های مقدماتی جام جهانی افغانستان در فوتبال منگولیا را شکست داد. خودش یک دستاورد دیگه است و حداقل تانستند که در این بازی ها منگولیا را شکست بدن و به مرحله بعد برن. امیدوار هستیم که در مرحله بعد هم خوب بدرخشن. موفقیت برای بازیکن های فوتبال و بر علاقمندان فوتبال در افغانستان بیرون تبریک میگیم. راستی یک چیزی یادم نره که تیم فوتبال افغانستان یک مربی بسیار کله خراب داشت و هم در زمین برطرف شده که خودش هم یک تانسته حتما در ایجاد انگیزه و تغییر روحی تیم تاثیر بگذاره. بازیکن با اون مربی بسیار کله خراب بود، یک بازی مکمل بازیکنان از میدان کشیده و زیاد تن است. ما شما یک دفعه در بارزی صحبت کرده بودیم در برنامه گذشته، یعنی تخطی میکرد از قوانین ورزشی و مسابقات، کلا خراب بود دیگه. ما شما چی میگیم، بخزی نمیکنیم بازی مثل از اون وارس نه مثلا اون طور میکرد از کوایت بود. توی جالب بود که گام ما شما گام فوتبال که ما شما نه دیگه دوستا که در فوتبال بازی میکنیم باز توپ از مرکز می بود، یک دفعه نیم میدان میگفت توپ جمع میکرد بره بخیر دیگه من نمیکنم فوتبال. خوگری میکردن، ما یک اصطلاح داشتیم، امیدوار هستیم که خوگری میشد. سرمربی بعدی که افغانستان تعیین میکنم هم در روحیه و هم در امتیازات بهبودی بیاره و آرزوی موفقیت هرچی بیشتر تیمای ورزشی افغانستان. یا بود یک چند خبر ورزشی که در شروع خواستیم که یک کمک روحی دوستا و روی برنامه را خوب بسازیم. عالی بود، یک خبر ابعاد مختلف داشت، اما افتخارات بر افغانستان، تشویق جوانا بشک و برد از طور یک بر قدرت. خدا کنه که همیشه خبرهای خوب باشه که ما بیاییم و بر دوستا هم خبرهای خوب برسانیم. واقعا هم روحیه ما خوب میشه، هم از هموطنان ما، به خاطر که هر کدام ما در این شرایط تشنه یک خبر خوب هستیم. خبر خوب، والی عالی. مگر رسم دنیا در همین است، هر کی آید رفتنی است، بعد مردن نام نیکش بر زبان ها ماندنی است. تا توانی خلق را از خود مرنجان با سخن، هر کی بالاتر نشیند آخرش افتادنی است. انا لله و انا الیه راجعون. یک خبر خوش، متاسفانه یک خبر ناخوش، گرچه مرگم جز زندگی است. میگن مرگ و زندگی خوار برادر است، اما یک اندازه سخت است از دست دادن یک عزیز. هفته گذشته شادخت اندیه، یگانه خونه از جمله نو فرزند غازی امان الله خان غازی، شادخت هندیه جهان فانی را ودا گفت و به ابدیت پیوست. روح و روان از این خانم با معرفت شاد و یاد عزیزش گرامی
از جمله نو فرزند غازی امان الله خان و ملکه ثریا بود. این خانم واقعا مبارز بود، حتما خوی عادت و ایناش مثل پدرش بود. میگه زنده است کسی که در دیارش ماند خلف مثل شادخت اندیه و یادگارش. این خانم دوستای عزیز بعد از سقوط دوره اول طالبا فعالیتایش شروع میکنه، از روم میره به افغانستان، خدمات را انجام میده، برای حقوق زن خیلی کار میکنه، برای کودکا کار میکنه، جلب توجه کمکار از جامعه جانی و در 14 به قول دخترش که دخترش هم ثریا ملک نام داره، در برگه فیسبوکش بعد از فوت مادرش نوشته کرده بود که مادرش در 14 در عرصه‌های مختلف برای زنها، برای کودکا، برای اطفال به سطح بین المللی کار کرده. و من خودم هم این خانم دیدیم، دوباره امروش مصاحبه داشتم، بسیار خانم شیرین بود به قول دوست ما که پیشتر در موردش میگفت. بله. یعنی ببینین که نام نیک چقدر خوب از دوستای عزیز پیوسته، با توجه به اینکه یک شادخت بود و به هندوستان تولد شده مثل که نامش اندیه است و بعد از او بر روم مثل که خانواده سلطنتی اونجا امو عمر خدا تیر میکنه، شای فقید اینا به 94 سالگی فوت میکنه. واقعا در دل و قلب تمام نه تنها افغانا از گروه های مختلف حتی کشورهای منطقه میشناسش. و چه خوب است که نامش به نیکی یاد میشه. روی شاد میگه زندگی دفتر از خاطره هاست، یادتان باشه دوستان، زندگی دفتر از خاطره هاست، یک نفر در دل خاک، یک نفر در دل شب، یک نفر هم سفر سختی هاست، یک نفر هم دم خوشبختی هاست، ما و تو هم سفر و ره گذریم، تا چشم باز کنیم عمرمان می گذرد، آن چی باقی است فقط خوبی هاست. بدون شک. بشک بشک. امیدوار هستیم که یادشان همیشه جاودانه است. یقینا. رویشان شاد باشه. خبر مرگ همیشه خبر است که آدم متاثر می سازه. چهار طرف اخبار مرگ دیروزا زیاد هم است، از فلسطین، از هر جای دیگه، از افغانستان، از هرات، از هر جای که مود مرا داون میکنی دیگه. خدا بیشتر خدا آقای آرس گفت که چرا آرام هستی وقتی کمی جنگ میگی. در میان جنگ هم، در میان جنگ هم آدم میبینه که مردم همیشه در جستجو عزیز که یک، با وجودی که از چهار طرف سختی و گفتیم و شما گلوله و آتش میباره، اما بازم امیدوار هستیم که همگی سیمرغوار از مابین زمین خاک خاکستر بیرون شود. دقیقاً همون تو است. ما گفتم که خبر جنگ همیشه متاثر کننده است و از دست دادن یک عزیز برای هر فرد از او خانواده و برای همون کشور دردآور است. اما در کنارش امید هم همیشه زنده است. جوانانی هستند که هنوز هم در بین جنگ و تحقق امیدهایشان میپردازند و دوست دارند که او را به حقیقت تبدیل کنند. این خبر هم در مورد یک جوان درام نواز فلسطینی هست که با زدن سطل‌ها و کلاچ‌های پلاستیکی رویای خود به داشتن یک درام پس از ساختن خود با استفاده از اشیای بازیافتی تحقق بخشید. حسام قاسم که به ساخت خود افتخار میکنه، از چندین چیز برای چیدن ساز خود استفاده کرده، مثل سطل پلاستیکی، بشکه و کلچ های بایسکل. این جوان میگه که نوار لاستیکی که مهمترین بخش دستگاهش است، از او برای شلیک به سمت که اسرائیلی ها از او به شکل شلیک به سمت مردم استفاده میکردن و صدای او باعث ترس تمام افراد در کشورشان میشد. ای خواسته که این صدا را به یک صدای دلنواز و شاد تبدیل کنم. این جوان 21 ساله گفته که آرزویش ادامه تحصیل در موسیقی هست در خارج از کشور و او به یک درامر معروف در شبکه‌های اجتماعی هم در این روزا تبدیل شده. ببینیم که در این وضعیت که فلسطین در چی حالت هست، اما جوانایش هنوز هم در کوشش ازی هستند که به مردمشان لبخند ببخشند و امید هنوز هم در زندگیشان پا برجاست، مثل که ما در افغانستان وضعیت‌های بدی را سپری کردیم. اما شکر خدا که جوانان ما هم در خارج از کشور کوشش میکنن که دوباره لبخند بر مردم بیارن، و چی در عرصه ورزشی هست، چی زنان ما هست، هر کدامشان در عرصه خودشان میتونن که یک کاری را انجام بدن.
یقینا سر مسئله بسیار خوب فوکس کردی و تمرکز کردی سر جان، اما مسئله است که اگر ایره به جنگ هم ارتباط نتیم که در اونجا چی مگذره و چی میکنه، امی میگن که خواستن توانستان است. دقیقا. و عشق شور و جنون ایره وا داشته که از وسایل بسیار ابتدایی امو چیز را که میخواسته برای خود درست کرده. شاید امی کیفیتی کی داشته باشه و وسایل بسیار مدرن برای یک کس نداشته باشه. انشالله که با توجه به این وضعیت خودش شوق و جنونش کس امی درمه برش توفه بخره که من امی کارم میکنم. چی نظر داره این عزیزا؟ وقتی که ایقه شوق داره هم مرگیری هم میگیره که میبینم این جنونش هم اگه آخر عشق جنون است، امیر ما آماده هستم که به هر مبلغ که شوه یک چند روز نان خوب نمیخورم. نه وعده را برای کابل واره نیست کال دوستان اگویه که میگه مردا را قول است و زنا را وعده. گوش میکنیم یک کارزار را برای پر تو نظیره جان والا میکاره خو میکنم. یعنی باور که استاد مره بسیاری از استاد گفته که برای مردم ایرات ما مردم بنام انسان از دی و دت ملول ما انسان ما رزوست بیا نظیره یک ذره نفوذ داری مردم مشناسیت اعتبار داره گپت یک کمپاین کمک را پر تو. ما گفتیم نیم پیسه شیرین از گمشکو در این دنیا که تنها میتوان با پول آدم بود. محبت، عشق، پیوند و جدایی واجه های مسکن آشنا هستند، اما نیم پول نکشه و کشید نیکنه کدام دالر شه در جیبم بانم که بازمی با شناخت که از خود داریم نظیره جان. دنیا شیطان زنده است، شیطان زنده است. اما ایره وعده میتونم که اگر می آقا را پیدا کنین ما حاضر هستم که یک درم بسیار خوب گازان برای گازان جان یک کارزار برای پرتیمون برای شک درم واقعی بگنیم. دوستای عزیز یک وقفه کوتاه داریم، اون طرف وقفه با مهمان عزیز ما صحبت خواهد داشتیم. زود برمیگردیم. خوش آمدین دوباره دوستای عزیز. در این بخش ما همراه مهمان عزیز ما صحبت داریم، درباره شکم براتون معلومات هم میتونم. تا شما همیشه وقتی که صحبت از بازی های رزمی و هنرهای رزمی میشه یا و سینما در خصوص، یک نام همیشه به ذهن آدم در اول خطور میکنه، نام بروسلی. امروز با بروسلی افغانستان عباس علیزاده عزیز صحبت داریم. عباس علیزاده عزیز خوش آمدی به گلشنبه. سلام عرض ادب دارم خدمت شما و خدمت همکارای عزیز شما و امیدوارم که جور سلامت باشین و یک سلام گرم به تمام مردم افغانستان که در سراسر دنیا همین لحظه ما رو تماشا میکنن. سلامت باشین عباس جان، ما هم خوشحال هستیم که شما رو در برنامه داریم. بعد از مدت زمان طولانی شما رو دیدیم. یک چند سال پیش ما عباس جان رو در کابل دیده بودم. اینا نمیفهمم که ما رو به یاد دارن، یعنی ما خود چهرهای معروف به یاد می داشته باشیم، اما عباس جان نام خدا در مصاحبه های مختلف در افغانستان دعوت می شدن. دیگه به او خاطر فکر نکنم که ما رو به یاد داشته باشن، آدمای غریب دیگه کس به یاد ندارن. خواهش میکنم سحر عزیز، من 100% شما رو باید دارم. من همیشه برنامه مهمان برنامه تلویزیونی طلوع بودم، بسیار لحظات خوشی داشتم با شما و همکارای عزیز شما. ما دیگه غر قمیتر چرت مره برده. عباس میگه پروانه صفت دیده برو دوخته بودم، وقتی که خبردار شدم سوخته بودم. مطلق مرا به یاد بروسلی انداخته دوران جوانی و نوجوانی خودم. یعنی یکقدر شباهت، یعنی هر چیز نسبی است. آقای علیزاده عزیز اول موفق باشی، ما افتخار میکنیم برات. یکنه که بروسلی است، اما امی که شهکار و امو خارق‌العاده‌ای خود داری بر افغانستان، واقعا قابل قدر استی. تشکر. و خوشحال استی که مردم بروسلی میگید یا مثل بروسلی معلوم میشه یا برعکس؟ خانم نظری عزیز، بعض وقتا همی که خب من میخوام یک موضوع رو بگویم که هیچ کس جای بروسلی رو گرفتن نمیتونم، هیچ کس جای بروسلی، حتی من، اما هیچ کس عباس علیزاده شده نمیتونم. من دلیلش هم بخاطر این که من بسیار روزای سخت رو در زندگی گذاشتاندم، خیلی روزای سخت در زندگی رو سپری کردم. اینکه بعض وقتا همین شباهت ظاهری ما یا شباهت فیزیکی که ما با بروسلی دارم، اینا بعض وقت برای من زجرآور است، بعض وقت خیلی هم احساس خوب برای من رخ میده. بنا به دلیلی که من از بسیاری از جوانای افغانستان وقتی که من در کابل رفت آمد میکردم، در شهر کابلی طرف و طرف،
خیلی مورد تمسخر قرار می دادن، این برای من خیلی زجر آوری بود، ولی از وقتی که من انگلستان آمدیم اینقدر این مردم برای من احترام می گذارن، اینقدر این مردم برای من قدر می دن، اینقدر مرا تشویق می کنن که باور کنید که من هر روز بیشتر کانفیدنت میشم، هر روز بیشتر اعتماد به نفسم بالا میره. ولی بعضی هستن مورد تمسخر میگیره، ولی برای من مهم نیست، من هدف دارم و به ما هدف خود فکر میکنم. تشکر. من میفهمم که احساس چقدر برای خودت، برای روحی خودت مهم است. امیدوار هستم که همیشه احساس خوشی کنی از اینکه مردم به یکی از اسطوره‌های بزرگ سینمایی خودت تشبیه میکنن. یک چند عکسی هست که دوستا از دیده رایستن و از جریان بعض تمرینات و بعضی از فوتوشوت های خودت از عباس عزیز. عمل خام که نظیر نام خدا بسیار مقبول. آقا میگه هر کس به قدر دانش خود گپ میزنه، خب پشت از او نرو تو کار تک، همی که گفتی هدف داری افتخار ماستی. نام خدا وجود بیبی، عضلات بیبی، مقبول بچه نام خدا. روستا این یک کدام از بروسلیس ها نظیر جان، کدام از بروسلیس؟ والا هر دوتا یک رقم ملوم میشه دو برادر. قلبش مستم ما وره پولیدر هایی بودیم کدامش بروسلیس. و عباس جان میشه که بر ما بگید که از کجا شروع شد این معروفیت شما؟ از کدام وقت بود؟ چه قسم اتفاق افتاد؟ خودتان میره تشخیص دادن یا مردم بر شما میگفتن؟ خوب سوال. بسیار سوال خوب. هرچند ما به این سوال ها بارها جواب دادیم، بازم جواب میتونم. کسایی که آشنایی نداره به این سوال من میخوایم جواب بتونم. من زمانی که 21 سالم بود، فکر کنم 20 سالم بود، ما تمرین های رزمی ما ادامه داشت و یک دوست بسیار نزدیک داشتم، خدا رحمتش کنه، حالا در بین ما نیست. او تشخیص داد، او مرا تشویق کرد، گفت خیلی شباهت به بروسلی داری. یک روز اتفاقا رفتم موهای خودم مثل بروسلی کوتاه کردم در سرمانی. بعد از اینکه آمدم همه دوستا بروسلی بروسلی صدا میکردن و این دوستم که خداوند رحمتش کنه با ما نیست. کی بود دوستتان؟ زن، مرد، بچه، دختر، ورزشکار، غیر ورزشکار؟ این دوست بود، دوستم برادر خونده بود که از هم از رفیق برای من نزدیک بود، هم از برادر برای من نزدیک بود و هم عادی ما هم صنفی بودیم، در یک صنف درس میخوندیم، در یک مکتب درس میخوندیم و همچنان در کلاب هم یک جای بودیم، تمرین پارتنر تمرین ما بود. حالا خداوند رحمتش کنه بر بین ما نیست. او واقعا برای من روحیه داد، او کسی بود که اول خداوند باشه، بعد از خداوند او زندگی من را تغییر داد. واقعا یک دوست بود که دیگه او را شاید هیچ وقت ما پیدا نتونم، مثل تو دوست رفیق که از جان برابر بود برای رویشان شاد باشه. خداوند دیگه دوستای شما را زنده داشته باشه. راستی ما شاید این سوال بازم من رقم که خودم گفتی شاید بارها جوابم داده باشی، خب خیر از بازم ما پرسان میکنیم. کدام رشته ورزشی را پیش میبری؟ کدام رشته و کدام رشته آغاز کردی؟ چگونه علاقمند به این ورزش شدی؟ من 13 سال داشتم یا فکر کنم 14 سال داشتم، من اولین باری که رسمی را شروع کردم رشته کانفو بود شروع کردم در کابل. مدت 3 سال یا 3 نیم سال ادامه داشت و بعد از او من او رشته را ایلا کردم در رشته وشو رفتم، چاینیز کانفو، و مدت 2 سال 3 سال دیگر وشو تمرین کردم. بعد از اینکه وشو را من ترک کردم تا امروز خودم تمرین نکنم، هیچ ترینر ندارم، خودم برنامه بدنسازی خود دارم، خودم برنامه فیزیکی خود دارم، خودم برنامه ورزشی رزمی تکنیکی خودم دارم. من روزانه دو تا تمرین میکنم و اکثر تمریناتم بیشتر مطالعه میکنم و از مطالعه من چیزی را میگیرم و کریت میکنم. عباس جان، وقتی که خودت به ورزش رو آوردی و رشته‌های رزمی را انتخاب کردی، قبل از اون همی فهمیدی که خودت شباهت به بروسلی داری؟ در این باره معلومات داشتی یا نه؟ ببین داستان از کجا شروع شد؟ داستان از این شروع شد که من 8 ساله بودم، خانه کاکایم رفته بودم، فیلم بروسلی را آورده بود کاکایم و او زمان اینترنت نبود، تلفن نبود، همه تلویزیون دوست داشتن. مثلا آخر هفته که میشد همه یک جای جمع شدن، یک فیلم هندی می آوردن یا یک فیلم رزمی می آوردن. داستان از این شروع شد، من اولین بار فیلم بروسلی را که دیدم دیگه علاقه من رزمی شدم. بعد از اون من به ورزش های رزمی رو آوردم.
و فکر میکنم که رشته اصلی رزمی بروسلی هم کانفو بود و شما هم در رشته رفتن دیگه آیستا آیستا هم تا مثل از اونا موفق شدین. از دستاوردهایتون بگوین در عرصه ورزشی چقدر دستاوردها داشتین؟ آیا سفر خارجی داشتین؟ مسابقات بوده که خارج از کشور داشته باشین؟ نه خیر، من مسابقات خارجی نداشتم، ولی در مسابقات خارجی که در رشته وشو بود البته سال 2013 بود یک مسابقه داشتم که در اون مسابقه من هر دو حریف خود را نکاوت کردم در راند اول دوم و مدال طلا گرفتم. سال 2013 بود. بعد از او من مشهور شدم در صفحات مجازی که اولین مصاحبه من با بی بی سی و سی ام این بود. بعد از او من توقف دادم که بخوایم برم داخل رنگ مبارزه کنم، چون من در رشته هنر همی فیلم های بروسلی واقعا برای من یک انگیزه می داد، امو فلسفه بروسلی، امو اکتنگ بروسلی، امو تخنیک بروسلی، تمام اینا وجود من را فرا گرفته بود، انگیزه دادم. برای من یک انگیزه خاص داد و بعد از اون من با مبارزه کردن نپرداختم و خواستم امی هدفی که دارم از طریق امی هنر من باید با مردم یک پیام داشته باشم. واقعا ما می امی من می خواهم یک موضوع دیگر رو بگیم. خیلی از دوست ها هست، البته دنیای مجازی مثلا از طریق امی دنیای مجازی فیسبوک اینا ما مشهور شدم. حالا می دارم این فیسبوک بعض دوست ها کامنت نکنن یا پیام میتن که چرا در یو اف سی نمیری، مثلا در ام ام ای نمیری. من هیچ تصمیمی ندارم که داخل رینگ داخل شم. من هنری که دارم، استعدادی که دارم، میخوایم اینمی هنر و اینمی استعداد به از طریق یک پیام به مردم برسونم. همین هنر خود از طریق یک پیام به برسونم و افغانستان به یک شکل به شکل تصویر خوب ریپرزنت کنم به تمام جهان. موفق هستید این مورد. ما چند تا تصویر داریم از جریان تمرینات. من یک خود گفتی تمرینات تا خودت برنامه ریزی میکنی، یک چند تصویر از جریان تمرینات هم میبینیم با دوستان. برای ما باز یک کمک دیم آره توضیح بده که چی گفت هست، گوگر چی میکنه و ما توضیح نمیتونم خودتان اگر ببینین. خب بار از که دیدیم با توضیح بده حال در نتیجای را گوگر داره دیدیم آقا. کجا هستی تم گریان؟ این سال 2019 است. در کجا بوده ای؟ این در کابل در متوقع و خانه که من تمرین میکردم. جای همی جای کلاب مثلا تمرین میکردم. باب او برقام نیست تاریخ معلوم میشه. آخو بسیار فکر کنم به کیفیت است همی ویدیو کارش بسیار مهمه. کارش با کیفیت است. کار که خودت میکنی با یک نانچک کم گوگر چی شد؟ گوگر امرای نانچک روشن کرد. پس همراهش خاموش. آفرین بخواب. این نشان میده که نشک در بسیار رمو فاصله خیلی های کم توضیحات بیشتر راه کده این آره کمال میخوایم. خب ایران بیبین و در مون در بیش توضیح خواب. این فان همراه نانچک همزمان دست پای همه حرکت میکنم. آو یک جای فاول رفتین به خیالم. اینا کی هستن؟ در مورد از کم بگوین. با در کنزاس بویکا با هم بویکا خیلی معروف است. یک انگلیش اکتور است. در انگلستان زندگی میکنه و اون هم چاک ناریز است که امروی مبارزه کرده در فیلم راه اجده ها. اول در راستی در برای تمرینات اول بر ما بگو یاد ما نره. این ویدیویی که دیدین حدیش از سال 2019 است. ما این کلیپ رو به خاطر درست کردم، همزمان من روزانه تمرین میکردم چون مشغله ذهنی ما واقعا زیاد بود. در افغانستان خودتان میدونم چقدر استرس از کل مردم افسرده است، از جنگ خسته است. ما واقعا در افغانستان که بودم هر روز خب مشکلات های زندگی بود، مشکلات های مختلف در زندگی داشتیم در کابل که بودیم. باز ما گرفتم این را هر روز تمرین میکردم که من ذهن ما آرام شدم، تمرکز ما بیشتر شده. این کار ذهنی است، این بسیار سخت است. باور کنید من خیلی تمرین کردم، تمرین کردم که موفقانه من گوگر در بانوان چکو در بادام پینگ پونگ کردم بانوان چکو. این کارهای ذهنی است، من ذهن خودم مسئول نگیدم که تمرکز ما بیشتر شده. بگرم تر بس که کلگی ما در این آورد نیو خیلی پرسان که جالب است که بم پشتت چی میگن؟ نانچوکا.
لانچکا در پشتت معلوم میشه و هم بر استفاده است یا بر نمود است؟ میشه کم از موردش بر ما بگویی آقا؟ خانم نظری عزیز، این لانچک اگر میبینید این 15-16 سال از پیش است. دیگه هر کس در زندگی یک خاطره داره و هر کس در زندگی خود یک دستاورد یا هر چیزی که داره چی از خاطره؟ خاطره دورانش قاشقی را قصه کن. والا ما عاشق همچنین چیزا هستم، عاشق هنر خود هستم، عاشق همین رشته که فعلا پیش میبرم، عاشق ازی هستم. همین خاطره خود تا از همین نانچک گفته رایی بودی، بوری دماغ بته. خاطره ازی یک روز این نانچک است که اولین نانچک بود که من کنزی تمرین میکردم. این چوب چارمزد است، بسیار گرنگ است این نانچک، خیلی گرنگ است. یک روز در جیران تمرین من اولین بار بود که من به حساب نانچک رو میخواستم یاد بگیرم. با این نانچک من به سر خود صدم زدم که 5 دقیقه من بیوش بودم. یک خاطره تلخام داریم. کار سخت. چقدر وزن داشته باشه؟ تقریبی؟ این وزنش شاید 4 کیلو بیایم. احتیاط کنی که مادر اولادار کدام رو سرش قار نشه که ناغلطی نفرده مادر اولادار سرش قار نشه. او رو چی میگنی مادر اولادار سرش قار نشه؟ اینا قار نشه. مادر اولادام کراتکار است و هم کم نیست از من. خدا خیر پیش کنه دیگه. خدا خیر هر دوی تانه پیش کنه. هر وقت که جنگ میشه باز دیگه لیفی یکی از اولادار رو تعیین میکنن. یک وقت فکر کتا میگیریم دوستا دوباره پس میدیم. بازم خوش آمدیم دوستان. ادامه صحبت های ماست با آقای عباس علیزاده، بروسلی افغانستان، از جریان که کجا شروع شد و چی رقم چی انگیزه باعث شد که اینا به این ورزش روی بیارن و خلاصه یک کم صحبت کردیم. جالب بود بسیار برمان، واقعا جالب بود. تشکر از اینکه به امرای ما شریک ساختی. مسائل شاید زیاد شریک ساخته بوده باشه امرای دیگه دوستا، ولی برای ما نبود. بیشتر از بروسلی، از اولین فیلمایش یادآوری کردی، کدام فیلمای بروسلی رو دیدی؟ حتما تمام شدیدی. کدامش زیادتر دوست داری؟ فیلم های بروسلی تمامش جالب است. اگر کسی واقعا در فلسفه بروسلی پی ببره، بروسلی هر فیلم از او یک پند است، هر فیلم از او یک فلسفه داره. تمام فیلم هاش برای من عالی است. من اولین باری که فیلم بروسلی دیدم اژدها وارد می شود، Enter the Dragon، که در سال 1972 ثبت شده بود. او اولین فیلم بود که من آشنایی پیدا کردم با بروسلی و با هنرش. دقیقا با ای که اگر آدم فکر کنه بسیار تفاوت سنی زیادی دارین، اما بسیار علاقه مندشان هم هستین. در کنار از ای آخرین فیلم بروسلی ناتکمیل متاسفانه باقی ماند، آیا بر شما کدام وقت پیشنهاد شده که بیاین این فیلم تکمیل بسازین یا آرزوی خودتان باشه؟ ببینین سهر جان، از آخرین فیلم بروسلی که نیمه تکمیل بان، فیلم بازی مرگ که در سال 1973 قرار بود تمام شده، ولی متاسفانه بروسلی از دنیا رفت. من از سال 2015 که مشهور شدم، بله همچنین پیشنهاد داشتم از سوی فاندیشن بروسلی. اما مشکل در کجا بود؟ اول اینکه من دو بار ویزه من سفارت امریکا رد شد متاسفانه، چون پاسپورت افغانی خودتان میدن که خیلی همو سطحش خیلی درجهش پایین است و خیلی کشورها ویزه نمیدن. من دو بار ویزه مرد شد از سفارت امریکا و بعد از او همی فاندیشن بروسلی یک کم سرد شد رابطهشن با اینکه که من نتونستم ویزه بیرون سفارت برای من ویزه نداد. و همچنان میخوایم یک موضوع رو بگویم که مسئله هالیوود، شما شاید بفهمید که من قرارداد ابتدایی با هالیوود امضا کرده بودم با یکی از استودیوهای فیلم هالیوود. ممکن است آرزوی من که هالیوود از 5 سال طول بکشه، 10 سال طول بکشه، اما ما به خود قول رسیدن به آرزوهایم دادیم و من اینقدر اعتماد به نفسم خدا را شکر زیاد است که من یا 5 سال طول بکشه، 4 سال طول بکشه، من ایره وعده میکنم به خودم و وعده میسپارم به مردم افغانستان که به هالیوود میرسیم. آیا از طرف خانواده شانم کدام تماس داشتی؟ امرای خودت در ارتباط هستن یعنی؟ قبلا تماس داشتیم و ما وقتی که انگلستان آمدم بسیار از کسای معرفی شدم که اونا خیلی رابط نزدیک با خانم بروسلی داشتن دارن
و همچنین با دختر بروسلی. حتی عکسای ما از طریق ایمیل فرستاده بودن به خانم بروسلی، یعنی دوستایی که ارتباط دارن با خانم بروسلی، اونا خیلی خوشحال شدن از دیدن ما که همچنین خیلی شباهت نزدیک دارم. ببینید 50 سال میشه از مرگ بروسلی و بعد از این اگر شما در امریکا هستین فکر کنم اگر لس آنجلس برین خیلی کسایی را ببینین که شباهت خیلی نزدیک به بروسلی دارن. بله. و خیلی هم شباهت نزدیک به مایکل جکسون دارن که همیشه اونا استریت پرفارمنس هستن در روی سرکای لس آنجلس پرفارم میکنن. ولی وقت عکس ما را که فرستاده بودن به خانم بروسلی، انقدر خانمش خوشحال شده بود که یعنی میگفت ما خیلی کسا رو دیدیم که شباهت به بروسلی داره، اما عباس علیزاده واقعا شباهت خیلی نزدیک داره. حالا اونا از طرز تفکر یا دیدگاه خودشان است، بعض وقتا خودم احساس میکنم میگم نه من اونقدر که مردم میگم من شباهت ندارم، ولی قضاوت مردم است، من زن بروسلی دلش خوش شده باشه که این شوهرش جوان شده دوباره پیدا شد. حتما در فکرش گشته کاش کردیم ما جوان میشدیم، ما هم جوان میشدم که با این بروسلی افغانستان عروسی مجدد میکردم. خب ولی یک سوال دیگه، خودت گفتی که هر فیلم بروسلی یک شاهکار است، آدم یاد میگیره، کمالات دیگه هم داشته یقینا بروسلی، خودت هم داری، همین که گفتی که من هدف دارم فلسفی پیش میرم و امو فاکت های خودت تداری، این ورزش چی میته؟ آیا بر دفاع در میدان جنگ یا آلات که دچار مشکل و جنگ و جدل میشه آدم استفاده میکنه، یا بر تمرکز مثل که پیشتر گفتی، یا بر آرامش روحی، یا بر زیباسازی بدنسازی، یا کدام هدف دیگه هم داره؟ در کدام حالت باز از این حرکت های خطرناک استفاده میکنین که از خود دفاع کنین؟ خانم نظری عزیز، هر کس همو فلسفه خود داره، هر کی طرز تفکر خود داره. من 15 سال میشه رزمی کار میکنم. ما حوصله مندی را از ورزش یاد گرفتیم، از امی رزمی یاد گرفتیم. اعتماد به نفس که داشته باشی، اعتماد به نفس که من دارم امروز من از ورزش دارم. صحت و سلامتی که من امروز دارم از ورزش دارم. من ورزش برزی نمیکنم که برم جنگ کنم یا از خود دفاع کنم. درست است ورزش کار میده، در روز کار میده، ولی کسی که واقعا ورزشکار است او اخلاق ورزشی رو میفهمه. تو خانیات خود استفاده نمیکنی، میگن یگان دفعه به خاطر کای شو این ورزشکارای کارا رو میکنه. نه خیر، خدا شکر. عباس عزیز، خودت گفتی در لندن هستی فعلا، در انگلستان؟ بله، منچستر هستم. منچستر؟ خدا کدام طرفدار کدام کلاب منچستر هستی دو جان؟ والا ما دمو میشه این انگلستان اومدیم و در شهر منچستر هم زندگی میکنم. اینجا دو تیم است، منچستر یونایتد است و منچستر سیتی. من قبلا تا وقتی کریستیانو رونالدو در چی بود در تیم ریال مادرید، من بسیار علاقمند تیم ریال مادرید بودم. البته از وقت چه بگم، من زیاد فوتبال تعقیب نمیکنم. این شهر که ما زندگی میکنیم دو تیم بسیار معروف است، منچستر سیتی و منچستر یونایتد. خودت ولی طرفدار نیستی؟ فوتبال ندارم. ایز دیگه در این شهر چگونه میبینی فرصت ها و هم بر زندگی و هم بر زندگی خودت داری برای بخش هنری و فعالیت های ورزشی؟ چطور است؟ محیط مناسب است؟ بسیار خوب است، بسیار عالی است. من میخوام یک موضوع رو باز هم شریک بسازم. من در افغانستان خیلی فرصت ها برای من نبود، خیلی چانس ها برای من نبود، ولی از وقتی که انگلستان آمدیم اینجا خیلی فرصت ها برای من فراهم است و فراهم میشه انشالله، و من از این فرصت ها، از دانه دانه از این فرصت ها استفاده میکنم. خانمی که پیشتر گفتی آقا که او هم کاراتباز است، هم مسلک است، این آگانه ای را انتخاب کردین یا تصادف قلم زن هم تو زاده بود؟ والا حالا اگر قسمت بگیم خیلی ها بر قسمت اعتقاد ندارم، اگر بگیم تقدیر بازم نداره میگم شاید خیلی به قسمت و تقدیر اعتقاد نداشته باشه. خب قسمت بود، انتخاب خودم است، خانمم انتخاب خودم است و هم خودش یک رزمی کار است. قبلا البته بود، حالا که اولاد دار است نمیتونه فعلا با ورزش اینا رسیدگی کنه دیگه.
خیر باشه. ما بیشتر فعلا هم یک مقدار تصاویرتان از زندگی روزمره در لندن داریم، دیده را ایستیم، خود که صحبت کردی واقعا امیدوار هستیم که در فرصت هایی که در لندن است، فرصت هایی که داری در هم در زندگی شخصی هم در زندگی رزمی، انشاءالله به پلان و کار که داری خودت نزدیکتر بسازم. امیدوار هستیم که به زودتری فرصت در هالیوود ببینیم. از دکه بخیر بخیر در هالیوود ببینیم، از اونجا یک چکر کابل بره، اونجا جوان ها رو نو جوان ها رو بخیر انشاءالله. واسه خودت بیشترم رقم گفتی در تمرینات خودت برنامه ریزی میکنی و حرکات نمایشی، یا یک ویدیوی کوتاه داریم از حرکات نمایشی خودت که به امراد دوستان با دوستان یک جای میبینیم؟ با امراد دوستان Congratulations on your award. Is there, and thank you so much for this weekend. I mean, your demonstrations were off the hook, and thank you, Mr. Kwok and Mr. Mobbridge, for introducing us. Could you show everyone one of those one finger press ups for us? Oh, two fingers. به به والا به به، اگر میال نزدیک می بودی یک بغل می کدمت علیزاده صاحب، که خانمت خوش می شد که خفه می شد. واقعا عشق شادی ریختم، افتخار کردم به جوانای مثل شما. موفق باشین. حالا اگر من به یک کورسا خود شامل کنم، یک رزمنده خوب شو مثل خودت خواد شد یا ناوقت است دیگاله؟ بله خواستم، توانستم است. میگم ماهی را هر وقت از اول بشی تازه است میمره. خب یک مثال از هر کس در سن، age is just a number، انگلیسی ها میگه age is just a number، سن فقط یک عدد است. یک نمایش بروسلی را اگر میال با صدا یکان چیغام میبرای، من ایفم که آگانه است و چیغ برای چیز، جز همی بازی های رسمی جز تمرینات است؟ ببینین امی چیغ زدن خودش وقتی که نه تنها بروسلی، من خودم تمرین که میکنم، نه تنها بخوایم مثال بروسلی رو، وقتی زمانی که من تمرین میکنم، مثلا من هفته یک روز تمرین بوکس دارم، میرم وقتی زمزک میزنم، بوکس میزنم، صدا در میارم، چون امی صدا بیشتر به من قدرت میده، بیشتر برای من انرژی میده. حالا بروسلی تو نبوده باشی؟ میگفتن بروس لیز، بروسلی نه، بروس لی. پیشتر نظیره جان از صدا یادواری کرد، همیشه حرکات بروسلی را وقتی نشان میتن از خانواده گربه ها، همیشه مثلا یک تصویرش میباشه از پلنگ و از خود گربه. یا شما در مورد از این چی نظر شما چیست؟ چیز در مورد شنیدین خواندین بروسلی تام مثلا امی فیشل اکسپریشن از این مثلا از تایگر گرفته، از چیتا گرفته، از پلنگ به گفته شما، و همچنان همین صدایی که چیخ میزد از پشک مثلا گرفته. خب این خیلی در مورد هر چیز مطالعه داشت و حتی حیوانات مطالعه کرد که بیشتر حرکات از این، حتی اگر متوجه شدین مشابه مثل مثلا حرکتی که پشک صدایش در میمون. خب من در این بالا زیاد معلومات ندارم متاسفانه، که من به شما معلومات کافی بدم. یک چیخ خوب بزن مثل بروسلی در حالت کنم حرکت باشه. I'm to make it.
حال چیز بزنن بچه هایم بیدار میشن منزل بلا بچه اکبرم خواست. بچه هایتان چقدر عادت داره با این تمرینات و یا ایتان اونا هم الگو برداری کردن از شما یا نه یا در چند ساله هستن راستی میشه بر ما بگوین؟ من خدا را شکر دو تا پسر دارم، پسر کلان نامش الماس جان است، پسر دومی نامش الیاس جان است. الماس و الیاس هر روز ما روز 20 دقیقه رویشان تمرین میکنم، تمرینات ابتدایی. نان در روغن است بخیر داینده دیگه، تمرینات از حال شروع کردی. پدر باید به فرزند خود الگو باشه ما فکر میکنم. پول هم داره یا نه این بازی های رزمی آقای علیزاده عزیز؟ جان؟ پول هم داره، عایدات داره یا نه از این مدرک یا به حساب شوق و عشق و جنونت این بازی رو پیش میبری یا میتونه که آدم پول هم به دست بیاره؟ من ایسی یک وظیفه آبرومندانه؟ خانم نظری عزیز، حالا که شما ژورنالیست هستین، من فکر میکنم هم شوق دارین در یه عرصه هم شما پول کسب میکنین، درست است؟ آفرین، سوال نام خدا، هر دوش ضرورت است، بله. امروز ما 15 سال ورزش کردیم، ما پول خودش برای ما میاد، ما دنبالش نمیریم، پول دنبال ما میاد، ما نمیریم دنبالش. چون ما زحمت کشیدیم، خیلی ها میگن بروسلی از بروسلی کپی کردی، خیلی ها میگن ما جدا از اینکه مشرف باید به بروسلی، ما زحمت کشیدیم، ما باور کنیم اینقدر روزای سخت در زندگی سپری کردیم، امروز خدا را شکر از زحمت خود رساندیم، نه اینکه ما با خود بگیرم به نام بروسلی پسوان بتون، ما زحمت کشیدیم. شاید اگر ما شباهت به بروسلی نمی داشتم، آرزوی ما قبلا که ما وقت زمانی که ما به رزمی روردم، اولین آرزوی ما بود که ما مدال بر افغانستان برم و در میادین بین المللی بدرخشم، مدال برم. خب او آرزوی برآورده نشد دیگه، خداوند برای من یک استعداد دیگر داد که من اون استعداد رو به وجود خود پیدا کردم. هر انسان یک استعداد داره، هر انسان یک استعداد داره. انسان عاقل رو از کو استعداد در وجود خود پیدا کنه، هیچ انسان استعداد نیست. رای بزرگ در پیش رویتان است، انشالله که موفق باشین و دقیقا هر کسی به هر هدفی که میرسه تلاش زحمت خودش است. به زحمت راحت نشت سر برستی هم واقعا. و پیشتر گفتی شعرهای تا خوش دارم، اجازه بده که یک شعر بزنیم بچه‌ام بگویم دلش نشکنه. شعرهای ما خوش داری، میشنوی یگان دفعه؟ بله تحقیق میکنم. میگه ای وطن تو زادگاه مردم داناستی، زادگاه جامی و خوشحال و مولاناستی، هم سنایی و عطار و بو علی سیناستی، این زمان آوارگان بی وطن یادت نره، زادگاه نتو فرزنداست. خوشحال، واقعا افتخار ما است. افتخارم است آقای علیزاده، با امید از اینکه از اوترین فرصت یا هر چقدر وقت را که میگیره گفته خودت با حوصله خودت در میادین مختلف خودت موفق ببینیم، ادامه به تیرایت هم رقم خودت گفتی با عشق علاقه که داری، حتما با استعداد که داری او روز هم دور نیست، ما برای خودت آرزوی موفقیت های هرچی بیشتر میکنیم. باز انشالله که در هالیوود هم را پیدا کردن ما را فراموش نکنند که امرای ما صحبت بکنند. بدوانه شد یک دفعه دیدی که کل ما یادش رفتیم. موفق باشی علیزاده عزیز، وقت خوش برات میخواییم، زندگی آرام و خوش داشته باشی. سلامت باشین، تشکر از برنامه که امروز ما را دعوت کردین، بسیار زیاد خوشحال هستم و خوشحال شدم. نظیره جان پیشتر یک موضوع رو یاد کردن که اهل دخانی نیستین، همین تو بود نه؟ بله. بله. یک شوخی کردم، یک سوال عمومی بود از هر کس پرسان میکنم، چون مود زمانه شده متاسفانه اکثر جوانای ما به مواد مخدر روی آوردن، یک ذره آدم نگران میشه، مخصوصا در کشورهای خارج، در بیوطنی گل به نظر خار آید، هر لحظه غم آید و تکرار آید. دقیقا. بسیار سخت است بیوطنی. دقیقا، ما همین سوال شما که شما از ما سوال کنید، ما از این سوال شما میخوام یک پیام داشته باشم برای جوانای افغانستان. ما خیلی از جوان رو میبینم در راه های منفی روان هستن، حتی در اروپا جوان، همین جوان های خود ما که در اروپا از راه قاچاق آمدن، حالا قانونی آمدن، خیلی ها رو ما دیدیم برای منفی روان هستن. ما پیام ما با اونایی است که ای جوان، ای هموطن، تا چی وقت غافل هستی؟ تا چی وقت برای منفی روان هستی؟ اگر هدف داری، اگر هدفی در زندگی داری، باید پشت هدفت پایلچ کنی، زحمت بکشی تا 10 سال بعد او هدف به او هدف برسی و او و همون هدفی که به دست میاری تو را زندگی تو را
تضمین میکنم و جوانایی که با رو به مواد مخدر میرن بین لطفا ورزش کنین. ورزش ضامن سلامتی است، ورزش ضامن صحت است، ورزش به شما حوصله مندی میده، ورزش به شما قوه فیزیکی میده، ورزش به شما قوه ذهنی میده. اگر هدفی داری، اگر میخوایی در آینده یک انسان با هدف باشی، باز هزمیال شروع کن به هدفت. تشکر، تشکر از این پیامت، واقعا که عقل سلیم در بدن سالم است. تشکر از این پیامت و از این که به برنامه ما بودید. بر خودت موفقیت هر چی بیشتر آرزو میکنیم، خود به پناه خداوند میسپاریم. دوستای عزیز، ما و شما هم یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم. دوستای عزیز، بازم خوش آمدین. در این هفته دوستای عزیز ما پیشنهادات و نظریات خود بر ما باز در چنل یوتیوب ما ارسال کردن، ازشان تشکری میکنیم، تشویقشان میکنیم که دیگه ما را تشویق کنن. زنده باشه، اما پیشنهادات سالم سازنده باشه، غرض آلود نباشه. نه، پیشنهاد همیشه سازنده است. ما هم سازندهش هم میگیریم و غرض آلودش هم میمانیم به جای خودش. یک چند پیام هم از خود دوستا پیامایی را که ارسال کردن براتون میخوانیم. یک دوست ما نوشتن برنامه عالی بود، گل‌های شنبه زحماتتان قابل تمجید است. گل‌های شنبه. گل‌های شنبه. راست شنبه هم شنبه ما خودت هم گل باشه. غیر از ما. غیر ما. دیگر دوست ما نشته کردن فرشته جان نامشان هم گفته سلام به تمام تیم گلشنبه همتان ناظرین هستند. تشکر خاص از احمد طاهر جان، واقعا هنرمند خاص است. یاد جوانی ها بخیر. بله طاهر جان، واقعا برنامه خوب هم اجرا کردن. بله، گفته که یک دوست دیگه ما پیام مونده، نام خدا سرجان، بسیار با سلیقه و منظم معلوم میشی. منتها گفته مویکایت تیار کن. دیگه کم ما و کرم شما دیگه یاد ندارم از این یاد. دوستایی رو باید بفهمه که زلف پریشان خی شاعر چرا گفته؟ گر زلف پریشانه در دست سبا این نظیره جان گفته ما گپ شاعره کردیم. اینال نظیره بر نظیره جان هم گفته ماشاءالله نظیره جان بسیار زیبا بودی، یکم خود اسپند کو. مویای مرخ چیز نگفته؟ نگفته، بسیار نگفته، اسپند کو خودم. بازم دوستا تشکر، چند تا را خانم خواهد گفته باشه، فقط هم تعریفش میخوانم. ما دوستا پیام های دیگه تان هم کل تمام پیام های تان میمونین، هم تیم تکنیکی ما هم همکارای ما پیام های شما رو میبینیم. دیگه هم پیام بالین بر ما، انتقاد، پیشنهاد، نظریات، ایزی که کدام دوست و هنرمند عزیز ما را میخواین که ما همراهش مصاحبه داشته باشه، میرون بر ما بگوین، ما به نظریات شما حتما هم عرض قائل هستیم و انشالله که مد نظر میگیریم پیشنهادات و انتقادات شما را. ای بود از پیامات، بازم تشکری میکنیم. راستی دوستا، یک خارج از موضوع، یک موضوع دیگه که دو هفته گذشته سرش گپ زدیم، کمک‌ها به سلسله زدگان هرات بود. از یک کمپاین دو هفته یادآوری کردیم که آقای دریا برای انداخته بود. در یه هفته همون گپ از نه، وقتی که میگه پلان تا گفتی باز گزارش هم بده. گزارش کوتاه، یک گزارش کوتاه از جریان همین کمپاین داریم برای شما. چو استاده ای دست افتاده. ما جمع‌آوری کمک ها را آغاز کردیم. حالا میبینیم که کمک های ما از مرز $65,000 اندکی بیشتر شده و ما کوشش داریم گیره و سقف $100,000 برسانیم. نیم ساعت پیش با شما از دکتر صاحبای خیلی عزیز و گرامی که در شفاخانه های مرکزی هرات و یکی دو ولایت دیگه پست های مرکزی و عمده را به عهده دارن در مورد کمک رسانی صحبت میکردم، ایشان هم همشان به اتفاق آرا تایید کردن که بیشترین صدمه دیده ها و قربانی ها از گروه زنان و کودکان است و ما با هم مشوره کردیم که چطور ممکن است که این کمک هایی را که ما جمع آوری کردیم به زنان و کودکان تخصیص بدیم و از چی راه و به چی شوه. در یکی دو روزی که پیش روی داریم تصمیم میگیریم که این کمک ها چگونه به این دو قشر برسه و از چی طریقه و شما را هم در جریان میگذاریم. یام دوستا، از حساب و کتاب از این از کمک ها امیدوار هستیم که همگی به توان خود باز هم کمک ها را ادامه بدن. کمک به مردم ما نیاز است. هنوز هم امیدوار هستیم که خیرینه که در این بخش تابال کمک کردن ادامه بتن، دیگه دوستا هم شریک شوند در این کار خیر تا
همو گپ شما نظیره جان تا نمو چوی استاده یه دست افتاده گیر. دوستای عزیز با بخشمی گزارش همینجا برنامه ما هم به پایان میرسه. امیدوار هستم که تا حالی که با ما بودین از برنامه و از صحبتهای ما لذت برده باشین. شما را تا هفته بعد به خداوند پاک و لایعذار میسپاریم. اوقات خوش داشته باشین.